هر آقا نفر رو همیشه ما پایین ها رو که هیچی آماده نداریم داریم خب من به سر ویب بکنم چرا با هوایی بکنم اوکی بریم کار تو چرا چیز که تخطی کردی؟ بله کنم. تخطی بله

Part-time bu arada. Part-time. Vereyim. Vereyim, vereyim. سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام امروز فرهادم ما هست نمیم چرا اینجایی جونم براتون بگه که این چرا تمایل داره به افتادن میکروفون من امروز اپیزود چند؟ سن سن و هفته 25 فصل چهار ماست و اینکه اینطوری براتون بگم که دیگه اپیزود آخر این فصله طبق روال هفته دقیقه فصل گذشته اپیزود آخر رو ما لایو میریم لایف آره و اصلا ما آماده نیستیم یعنی اگه بخوایم بدونید خیلی ناماده گفتی فرزاد فرزاد تو <تصفح> صدا آره اینجا بسنیم. مثل چیزه اگه گیم آف نونز دیده باشی مثل وینترفل <تصفح> همیشه از خانواده فر یه نفر هست ولی آره. شو بکنی جفته شو فرهاد فرزاد نیومده پوست دست فرض. اصلا نگفتم نمیاد کاش میگفت فرزاد اصلا نتونست بیاد یعنی با... آره اصلا پوشش الان توی سو بگی خب نه دیگه باید واقعا تو دیگه ما سرمخوره یه عجیب افتاده تو خونه بادم و اون فقط هم شما دقیقا من ببینم چی دارم ملت میگم من یه ذره تو تصویر نیستم فرهاد خیلی زیاد تو تصویره من برم برو درستش کن پس خیلی مانتر از گرم داشتم نه نه اوکی <applause> نه یه ذره دست که حالا آره, خلاصه فرزاد منم سرم خوردم ولی من بهترم رو قرصم و اینا ولی فرزاد دیشب رو قرص سرم خورده یه گرفتتش و اومدی ما رو سرما با... بدی نه یه من تو تونستم کمتر با شما تو میخوای در مورد ترامپ بگی تا فرزاد رو درست میکنه نه اصلا نمیخوای در موضوع نه یه ذره بدتر میگم میخوای بگیم چرا دیر اومدیم یه ذره دیر نیومدیم دو سه دقیقه نه چند هفته آها چند هفته دیر اومدیم بگو آخه فکر کنم چیزی که عیان است نه آره ما چند هفته پیش برنامه داشتیم این کارو بکنی سه چار چهار هفته پیش می‌خواستیم خوب میشه دیگه نه نه طول <تص> میکشه این طول میشه تایم خ خ, 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 خ بله <تص> 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 یه کار تو بیشتر روی کارون داریم همین کارو می اصلا اصلا فقط کارون نمیشه آره, آره بده. خوبه الان <تصفح> نیست چیزه ما زودتر میخواستیم این هفته آخر رو لایف بریم بعد اون داستانه پیش اومد که همه در جریانن اینترنت توی ایران دوچار مشکل شد ما هفته 24 هم پخش نکردیم تا وقتی که یه مقدار شرایط تو ایران بهتر بشه چرا میخندی؟ نه همه دارم خوبه بهتر شد عالیه بیا بیا, بیا بشین راحت باش آره هفته 24 ما یه مقدار دیرتر پخش کردیم که اوضاع ذره بهتر بشه چون همیشه گفتیم هدف اصلی کسایی که توی ایران میشنون برنامه رو و بالاخره همه ما ها از اونجا اومدیم ما هم همه ناراحت بودیم کاری هم نمیتونستیم بکنیم جز اینکه یه ذره صبر کنیم حالا شاید یک مقدار شرایط بهتر بشه خلاص اینکه همه این داستانه باعث شد که ما دیرتر پخش کنیم بله هفته 24 و ما الان هم که هفته ای آخر 25 همه مثل در واقع قسمت فصلای قبلی ما لایو داریم میریم توی اینستاگرام اگه صدامونو میشنوید یا یوتیوب دارید میبینید ما همزمان الان لایو هم داریم میریم اینا رو هم ایمان سیو میکنه فرهاد سیو میکنه بعدا فقط فقط یکی گفت فقط اینجا لایو دارید جای دیگه ما میتونیم لایو داشته باشیم یوتیوب هم, هم میتونیم همزمانش ولی خب نه با... واقعا دیگه لایو بعدی رو شما فرزاد قبل اینجا باشه نیست نه قبل این, این دفعه هم لایو رو یوتیوب آره من کله بگی من دیدم که الان خب فصل کریسمس اینجا و میگن اومد اینجا فصل کریسمسه و خب خیلی الان بابا نوئل و این سنتا و این داستانا الان رو بورسه گفتم که ما یک بار تو زندگیمون فستیو باشیم و اینکه اونو نمیخواد دیگه این کار انجام بدی دیگه نه نه گفتم آه. که فسیو باشیم یه ذره این کلا رو بچه گرفتم گفتم که بذارن و لذت ببرن اون نمده. گوشی قدیمی است که داشتم میدویدم ترکید اون خطرناکه بهش دست میزنید مراقب باشید که نباره دست دست رو گیره اونا آوردم که بتونیم اپیزودا رو نگاه کنیم روش فقط همین آره خب دیگه بچه ها دارم با خودشون چت میکنن پرسه برنامه فصل بعد چیه؟ آها برنامه فصل بعد نچیدی منوز چیزی ولی یه زی که من خیلی دوست دارم اتفاق بیفته حالا احتمالا به کمک دوستانم نیاز داریم دوست دارم که آدم های مختلف رو باشون مصاحبه بکنیم حالا ما از اولم گفتیم آدم های دوست داریم باشون صحبت بکنیم که یه داستانی دو چی گرد میکنی یه داستانی دارن و اینا نه اینکه فقط به صرف اینکه معروف باشن ولی کسایی که حالا یه موفقیتی دارن یه کار جالبی کردن یا یه میگم یه داستان خوبی دارن تا اینکه فقط معروف باشن و اینکه خب اینجور آدم معمولا سخت باشون ارتباط برقرار کردن چون که احتمالا تعداد فالوورای بالایی دارن ولی اه... ایمان ناراحت میشه به هرکی پیام آره. میده جوابشو نمیدن او سن یه, دو... بگید. نه. یه بار نه. چند بار مکس امینی رو تلاش کرد آقای امینی، عزب. <تصفح> مکس امینی خب میدونی دیگه اسوانیه من باید یه بارم هم من سعی کنم ببینید. نه شما دو نفر باید با هم سعی کنید دیگه چون نصفشون اسوانیه نصفشون هم اه... ترک هستن, تورک هستن. اه... آره باید ایمان به اینا پیغام میده اینا جوابشو نمیدن بعد ایمان ناراحت آره بعد از من مثلا آدم رندوم من, من دوستا مثلا چونم یه تکست می نویسم برای مکس امینی جوابش اینو میده قلب میفرسته آره اصلا نمیدونم چه دیگه. اصلا جواب ایمانو نمیده <تصفح> حالا اگه سوال پرسیدن چهجوری جوری منو راضی کردی اینو بذارم سرا خیلی خلی... نه نا... آره اصلا خورم یه سوال پرسید بذار من توضیح <تصفح> بدم کارون کسی که فقط میشتون یه کلاه با سرشه فقط از پرسید که اینا رو خریدی بزنیم سرمون گفتم آره بعد نشست گفت بچه رو کلا من نمیدید خودش خواست خوش آمد داشتیم زبط میکردیم فرماد گفت چرا کلا نزد یه نزد... قرم خواستی ولی تو صدا ام... بعد بیتونیم آره بیتونیم حالا... بیتونیم. حالا این داشتم گفت بزن. آقا بزنم صحبت میکنم میتونی روی تلویزیون که ما هم ببینیم اه... چیزی که میخواستم بگم اینه که احتمالاً حالا از کمک شما استفاده میکنیم و اگر کسی خواستیم بیاریم میگیم که شما برید تگشون کنید مثلا مسیج بزنید و اینا که جواب ما رو بدن چون معمولا جواب ما رو نمیدن ای خود کسی ها خوب شد. الان قرار پنیم ها رو خب با کی میخواد الان سیزا رو بخونه خب واسه هم گفتم این اینو نیاز داریم آها <تصفح> به بخونه نیاز سؤالا رو, سؤالا رو. خب تو میخوای بارو بخون یا بسم الله اوه اوه چند دیمه وقت خیلی طول میکشه تو در مورد ترامپ صحبت کن آره من دوباره برگردیم سر ترامپ چیزه تو را که داشتم میومدم داشتم این پادکست تریور نوآ رو گوش میدادم حالا این برنامه دیلی شو داره هر شب روزهای هفته بعد ورژن پادکستیش میذارم و اونو معمولا گوش میدم بعد چم هفته پیش نمیدونم دیدید دی یا دی نه توی لندن این اجلاس ناتو بود این کشورهای دنیا جمع شده بودن اینا حالا داستاناش به کنار این وسطش یه فیلمی در اومد که مستجا نه نخست وزیر کانادا مناسبه. با ایمانول مکرون فرانسه و بوریس جانسون انگلیس و از آلمان اون کسی که اسمشو یادم نیست اینا دور هم جمع شده بودن یه نفرم از خانواده سلطنتی بود بعد اینا با هم دور هم جمع شده بودن حواسشون نبود که دوربین داره میگیره فیلم اینا رو داره میگیره بعد اینا شروع کردن پشت سر ترامپ غیبت کردن که مثلا چونم به فلان جلسه 45 دقیقه چقدر دیر رسید و بعد فک همه هم تیمی های ترامپ افتاده و روزنی دقیقا جمله که جاستین ترودو نخست از کانادا داشت میگفت و بعد بقیه قشن این جامعه معمولی که دور هم جمع میشین قیبت میکنی اینا داشتن همین کار میکنن خب این فیلمش خیلی معروف شد و همه خبرگزاری سر هم کرد بعد حالا این چه کلا تو هر قسمتش حتما یه دور ادای چامپو باید در بیاره و مسخرش بکنه <تصفح> و این داستان ها بعد میگفت این اولین باره که میبینید توی مثلا ناتو یه سری از رهبرای دنیا دارن پشت سر رئیس جمهور آمریکا حرف میزنن <تصفح> یا شاید هم دفعه اولی که این اینطوری علنی شده آره بعد میگه که چیزه بعدش هم چون مسی قهر کرد و گفتش که من اصلا زودتر برمیگردم و مثل یه سری از جلسات کنسل کرد و بعد رف... فهمیده الان یعنی اون موقع همون لحظه فهمی بابا خبرنگارا که ازش پرسیدن گفتش که جاستین ترودو هیز تو فیس چیز دو, روه. دو روه. به خاطر اینکه مثلا شد قشن. تو دوی من خوبه ولی مثلا پشت سرم حرف میزنه ولی بعد حالا جمعش کردن تا ولی این داشت قهر میکرد که زودتر برگرد و یه سری از جلساتی که داشتن رو کنسل کرد و بعد رفت با یه سری کشور دیگه مثلا لهستان و لیتوانی و لاتویا و اینا دور هم جمع شدن و چیز کردن آره به جای میگفت این اینه که تو تو مدرسه مثلا بچه زرنگا تحویلت نمیگن بچه باحالا تو میری با تیم بازنده ها مثلا چیز میکنی بعد گفتش که آره ولی کار خوبی اینا رو تریور نوا داشت میگفت میگفتش که کار خوبی کردی که بیلیت گرفتی برگردی زودتر به خاطر اینکه اینا پشت سرت خندیدن و اینا این کار درستی نیست مسخرت کردن ولی ما قول میدیم تو که بیا اینجا ما تو روت میگیم و تو روت <تصفح> میخندیم هر... ولی اینو ببینید اگه دوست دارید قبلا هم گفتن هر سری تو هر قسمت یه دور این ترامپ مسخره یه چیزی میکن. هم گفتن که توی کامنتار راجع ترامپ استیزا های نه اگر که استیزا نشه از دست کارون قرار میکنه استفا میده فرهاد اونجا داره میکنه خیلی آره بعد دیگه براتون بگم که تو نمیتونی لاگین کنی میخوای من بخونم یا میخوای برم قسمت ها رو بگم یه مروری کنیم روی قسمت ها خب این از این باید بیا میخوای گوشی رو بدی؟ آها اون هنوز نمیتونی یه دو دقیقه ما وقت بدین کارون ایما میگن که میخوایم امشه خنده پاره بشیم <laughs> با این نیت مادر <laughs> این تنها کار یا یکی از سال گفت ایمان پرسیده بودش که توی لایف چی کار کنیم یکی بابدن. گفت بله گفت چی کار چر بدید خودمونو <laughs> این چیزی بود که اینجا از از جاش نیست یه سری انتظار داشتن امروز آره بذار نگاهی به قسمت هایی که صحبت کردیم راجبش بکنیم آه. نه آه... داری ناتو رو اینجا گوش میدادی از قبل آره آفرین خب الان کارون که داره مواجرت هم که مالا همین قسمت بود ها؟ گوشیشو پایین بالا میکنه ایمان همون کنار به شدت مشغوله بازیابی اطلاعات ده سوم زندگی اون پرفوم... آها با پرفورمنس انگزایتی شروع شد داره اینا قسمت های فصل چیز چهارمه که حالا ما اه. با اضطراب اجرا شروع کردیم بعد راجبه اینکه که نبودیم چی شد آره اینو ایمان رفت یه ذره راجبه اون اه... چون بین قسمت فصل سوم و چهارم ما خیلی فاصله افتاد بعد اه... سیزن چهارم که شروع کرد ایمان یه مقدار از اون بازه برای ما صحبت کرد راجبه درسایی که گرفته بودیم که قضا که تمام با دست سر میز پاشو صحبت کردیم خیلی کار بردیه بچه از اون قرار گرفت آره من به تیک کلام تبدیل شد و آره بعد استراب اجرا بود و فرق هنر هنرمند بود که ایمان از آقای تطلو بسیار یاد کرد بعد به گوش دادن بود دوباره ایمان چون دورش یه سری آدم جمع شده بودن که به حرفش گوش نمیدادن اومد خودش خالی کرد آره رفت این موضوع صحبت کرد آها آه، این اپیزود مورد علاقه من بود بعد 151 اقبال استعداد موفقیت که توش راجب اون مقاله ای صحبت کردیم که در واقع سعی کرده بود شبیه سازی بکنه مدل کارکرد دنیا رو یه سری در واقع ایجنت توی اون محیط به وجود آورده بود بعد به اینا یه سری منابع میداد اینا میتونستن پیشرفت کنن ولش کن بیا مهم نیست چیکار بیا اشکال نداره پسورد رفته نه نه الان میام توضیح میدم از کمک بخوام از ب... بینندگان عزیز <تصحیح> بذم من بگم آقا تا آخر آره, با با با. آره بعد اینا شبیه سازی کردن یه سری ایجنت توی اون دنیا بودن به اینا یه سری منابع میدادن اینا پیشرفت میکردن خلاصه خلاصش این بود نتیجه گیری آزمایش با حالا شبیه سازی و دادای ریاضی اثبات کرده بودن که اونی که موفق تر میشه در واقع توی اون محیط شبیه سازی به درجات بالای موفقیت میرسه حالا مثلا پول بیشتری جمع میکنه یا هر چی آدمی نبوده که با استعداد تر بوده آدمی بوده که استعداد متوسط داشته ولی خوش شانس تر بوده این در واقع حرفی بود که من خیلی دوست داشتم بزنم اون روز که اون پیپر رو پیدا کردم خیلی خوشحال شدم که موفقیت لزوماً به تلاش و استعداد شما بستگی نداره شانس هم بسیار دخیله کما که مثالش زیاد زدیم اینایی که حالا توی آمریکا موفق شدن هر کدومشون اگه جای دیگه دنیا به دنیا می اومدن ممکن بود این امکانات رو نداشته باشن که موفق بشن درست. یه جوری دیگه شرایط پیش میرفت براشون بعد آره این نتیجه آزمایش حالا برو توضیح بده که چرا نمیتونی آره ببین الان مشکلی که پیش اومده من دارم با گوشی خودم فیلم میگیرم آها اون بر اصلا صدا رو چیز کن خب از من با این تو اون میوت کن آره میوت, میوت, میوت کن من دارم با گوشی خودم فیلم میگیرم با گوشی فرا داریم لایف می با گوشی کارون هم داریم در واقع چیزهای مختلف رو میبینیم و اینا میبینیم که دوستان چی دارم میگن گوشی دیگه یه گوشی خیلی شکسته من دارم که این میخواد به چیز وستشه به خودکست وستشه میگه سیکیوریتی کود میفرسته ولی اون توی اون گوشی هست تو گوشی شما گوشی من ایرپلین موده آه. آه. دیگه هیچ جوره نمیتونیم بگیریم من اینکه تو بری توی چیز خودت بعد دیگه 33 نفر هم توی ریزش میکنه آره ما همین رو سی میمونه معمولا افریج موضوع عفلش... چیه؟ موضوع خاصی امروز نداریم دیگه امروز داریم تو میخوای برگری سر چیزا؟ آره بگو... آره بگو موضوع خاصی نداریم معمولا دوره هم میشینیم صحبت میکنیم یه جمع واقعا خودمونی طور دیگه اصلا کاملا خودمونی یه پیش ها بدم چند روز راجع به رفتارهایی که باید تو جامعه راحت کنیم برید مثلا فرهنگ رفتاری بالاخره شما یه به نوبه خودتون به نوبه داری میتونی برای من با. آره این ما همیشه این رسمو داریم که آخر هر قسم آخر هر سیزن هر فصل یه مدل قسمت اینجوری میریم بعد میریم یه استراحت محدود بعد دوباره برمیگردیم خیلی ها پرسه بودن چقدر این استراحتی که میخوایم این دفعه بکنیم میدونیم یا نمیدونیم یک ماه تا یک کنیم ما اگه زنده باشیم رو. بچه ها داری. اگر زنده باشیم اگر نباشیم که دیگه من پسورم یادم نمیاد آلی شد پسر خوب. خیلی مشکل برم بقیرهای فرزاد کو نمک مجرم فرزاد بعید بدونم نمک مجرم ایمان استارت پاره شدن رو با شلوارش زده <applause> <applause> شلوار کار ایمانه آقای شلوار کار منه یه خانومی بود که به من گیر داده بگو شلوار کارته نه بخو... آخه ما هر موقع میگن که قیبتون کبیره نشه ما هر موقع میریم زود برمیگردیم نه دیگه, دیگه سری پیش خیلی طول کشید به این سیزن سه و چهار دو ماه و نیم دست اون بسته بود مجبور بودیم نمیشد چه دست اون بسته بود اصلا یادم نه من یادم نه میدم تو یادت ولی آره بعد راجع به ذهن پذیرا و بسته صحبت کردیم اکوژه ده ها مایندفول <تصفح> چیز اوپن اکوژه آره خب ایمان اپیزود خوراک خودش راجع پول وظیفه پول دارا. فقط در مورد پول اصلا دو تا چیزه وظیفه پول دارا و کیف پول رو برگرد اصلا ببین همش فقط به پول اینو تو رفتی کیف پول برگرد آره. چی بود در مورد این بود که یه دونه استودی انجام داده بودن که آه. اگر که مثلا یکی پول پیدا کنن رفته بودن از یه سری مثلا اکونومیست و از جامعه شناس و اینا پرسیده بودن که اگر مثلا توی جامعه هایی که خیلی فقیرن اگه یکی پول پیدا کنن که مثلا مقدار قابل پول توش باشه چه اتفاقی میفته ام. همه اونها گفته بودن که چیز اینا خب که رو بر میدارن و بر نمیگردونن بر رفته بودن تحقیق انجام داده بودن توی 5 6 تا کشور شاید هم بیشتر شاید هم کشور یادم دقیقا نمیاد ولی تعدادی کشور رفته بودن تحقیق انجام داده بودن دیده بودن که هرچی مقدار پول بیشتر بوده باشه اون طرف بیشتر تلاش میکرده که پول رو برگردونه کی رو برگردونه به آدما و دیدن که هنوز ام انسان ها رو به افول نیستن آره جالب این یه تحقیق زیاد انجام شده که اینکه چه اتفاقی میفته مثلا توی یه سری از شرکت ها ملت پا میشن حالا اختلاس میکنن یا یه مقدار پول کش میرن و اینا بعد فهمیده بودن که اگه مستقیم خود پول خود بحث پول در میون باشه احتمالی که این اتفاق بیفته کمتره ولی اگه راه های دیگه ای باشه که مثلا شما یه کالایی رو بتونید وردارید بدون اینکه کسی بفهمه اون احتمالش بیشتر رفتن توی خوابگاه دانشجویی دیدن مثلا توی یخچال اگه غذا یا چنم قوطی نوشابه باشه بزاره یکی فرد همش میره بعد میگه به همون مثلا قوطی نوشابه چند دونه یه دلاره توی یه بشقاب بیاد مثلا 5 دلار 5 تا یه دلاری بذاره میگه هیچکی به اون دست نمیزنه کالا راحت‌تر میبرم حس بعد گناه بیشتره آره. پول رو برد میتونی از روی این بخونی اونو بندازی اون آره بعد آره گفته بودن که چیزه اه... چی میخواستم بگم آها بعد مثلا اختلاس و اینا که میشه میگه که اینجوری نیست که یه نفر یه اختلاس خیلی زیادی بکنه یه تعداد خیلی زیادی اختلاس خیلی کوچیک ریز میکنه گفته بودن... قطره. آره امتحان گرفته بودن اینا رو من پادکست چیزو جای ایران از رون دارم میگم بی پلاس و آقای بندری سلام آره توی اون داشت میگفتش که بچه ها رو نشوندن همیشه هم که چیز دیگه سوژه آزمایش سری بعد بهشون امتحان دادن مثلا یه سری سوال دادن که زمانش خیلی محدود بوده و بهش اه... تاش گفتن که بر اساس تعداد سوالایی که حالا جواب میدید آخرش ما چون یه جایزه حالا هرچی میدیم بعد تعداد جواب اه... به صورت میانگین به چهار تا سوال جواب داده بودن مثلا از 20 تا آه. خب چرا زمانش خیلی محدود بوده آه. حالا بذار دومیشو میگم تو دومیش بهشون گفتن که امتحانو بدید امتحان که تمام شده گفتن رو پاره کنید خودتون بگید چقدر چند تا سوال جواب دادید یه ها این عدده خیلی رفته بود بالا و تعداد زیادی مثلا چون دو برابره مثلا هشتاد ریپورت کرده بودن آه. و میگو اینجوری نیست که یه نفر مثلا بگه من همه سوالا رو جواب دادم بقیه کم بگم میگه یه تعداد خیلی زیادی یه ذره تقلب میکنن یعنی منصفن تو تقلب کردن آره بعد اینو توی مثلا پس دادن لباس اینجا چون مثلا لباس میگیری تا دو ماه میتونی بری پس بدی داش تو دو ماه میتونی پس بدی یه یه سری کارتا بخری دو ایه ایه ما. ما جا میشه دو ماه سه میشه می اگه فراد باشی <applause> تا آخر آره. عمرت میتونی تیزار رو پس بدی میگفت <applause> <applause> زرار زیادی میکنن از اینکه تعداد زیادی لباس رو پس میدن علکی میگن که ما به دردمون نخورد یعنی ش... خب منظورش چیه؟ منظورش که یه تعداد زیادی یه مقدار تقلب میکنن به جای اینکه نه به دردمون نخورد اون داستانش نه میان لباس رو پس نمیگن به دردمون نخورد از که مثلا استفاده کردن بعد دارن پس میدن به همیشه عوام گرایی صحبت کردیم بله پاپولیزم که درگیرشیم مثلا به به آره بدم مهاجرت تحصیلی با محیاد رو داشتیم آره دو تا قسمت کلی بعدا حالا شاید دوباره مهیاد رو بگیم بیاد ارتباط غیر کلامی اینو تو رفتی آشو. یه جوری میگه انگا مثلا دارم میپرسم من یادم نمی میاد ها جو مشارکتی نمی کنی واسه پارتی کنی ها همین برداخه احتمالاً اهداف غیر کرامی فکر کنم معنیش اشاره داشتی به پیچی آره این نوشته های تو بعد ما رو باور نکن ما رو باور نکن فکر کنم من رفتم راجع چیه صدا برای شما گنگش بالاست اونم فرجی اوه یا ولی خب اینجا ما اشتباه نوشتیم چی نوشتیم؟ حالا اونو برون نیاری دیگه حالا دیگه اونو شما الان برون نیاری ما اشتباه زیاد کردیم توی کلنز قانون حق تکثیر کپی رایت تهدید های, دیجیتال. های دیجیتال. دیجیتال خیلی ها خاط... اه... یه سیز بگم خیلی گفته بودن خیلی ها که نسته چهار نفر گفته بودن که از روی تحت دیجیتال رفتن ارائه دادن آره آره دیدم اینو آره جالب, جالب بود خیلی چیه؟ اتکا نکنید آره نه اون که گفتم ولی خب خاطرات بد و مغز انسان خب این او اپیزود تو بود آره ولی بعدش یه عشق کوکین و برین که اینجا این از این صحبت کردیم که تأثیری که عشق روی مغز شما میذاره عینا تاثیریه که کوکائین روی گوکاین. مغزتون میذاره و به هورمون که عاشق بشی تره بهت کوکائین بزنید منظورش اینه اینجا باید تمرکز میمیرید تمرکز روی مغز بود بعدش بود آمیزش و مغز ما زوز کنی سری میکشید آره نازک هست مثلا اینو آمیزش و مغز انسان که اینا امیدواریم به کار اومده باشه بعد بل... تو او... به کار اومده باشه ولی زندگی ببینید چه تأثیری داره چه اتفاقی تو مغزتون میفته بعد وقت تلف نکردن ایمان صحبت کرد خیلی خفه قشنگی زدین دوستم چی گفتی اینا رو خودمون میدونیم واسه چی میگی نه گفتم اگه چیزی یادت میاد که چرا مثلا این اپیزودا رو انتخاب کردیم چه آها اینه خب از اول نه نه خب نه برو جلو دیگه تولد دو سالگی خودکست یه اپیزود جفتی که آره دو سال خیلی دوست داشتیم مفصل تر باشه ولی خب واقعا نمیشه میگم ما یه مشکلی که داریم من و کارونم زیاد در این مورد صحبت کردیم اینی که ماها آدمای کم حوصله ای هستیم معمولا و خب مثلا این معلومه شاید بعضی موقع مثلا میشینیم با یه لباس مثلا چروکیده جلو دوربین یه سری رو میزنیم ولی خب مثلا اون قول معروف اون بزک دوزکش زیاد بلد نیستیم یعنی دوست داشتیم که میتونستیم این کارو بکنیم یه مثلا کسی بود که مثلا دوست داشت این کارا رو میومد و کمک میکرد متاسفانه روژین که بلده که خب از ما خیلی دوره و سلام روژین ام... نمیتونه حالا چه کارایی داری؟, چه داری متن... <تصفح> نه, اصلاً چی نه, نه, نه که مثلا نه که مثلا چه میدونم ما تو اینستاگرام فعالیت خاصی برای مثلا دو سالگی خودکس نداشتیم مثلاً, مثلا توی برنامه کار مثلا عجیبی نکردیم دو سالگی مثلا چه فقط سری حرف زدیم یا مثلا چند دفعه قبلش من خودم کشتم مثلا یه کیک گرفتم دیگه خیلی کیک خوب مثلا کشته بودیم دیگه مثلا این اوجش بود چی شد؟ صدای آب داره <applause> همین <داره. آب> <applause> دیگه بگی برگشتیم اینجا کجا آها <applause> چرا آره تو بگو من <applause> شنیده طبق شنیده ها که کارون زیاد با جای قبلی ما اونجا دیگه داشتیم از دپرشن می مردیم توی محیط قبلی که بودیم اون اتاقی که ایمان گرفته بود و ما اولش فکر کردیم که خیلی قراره به کارمون بیاد توی یه آفیسی بود یه اتاق کوچیک در بسته ای بود که این آفیس پنجره به بیرون نداشت پنجره به تو داشت فقط بعد ما اون روزایی هم که زب میکنیم شنبه یک با ایرکاندیشن ساختمون خاموش بود نیازی نبوده یعنی هوا خیلی مطبوع نبود اون تو بعد دیگه ما تصمیم گرفتیم که بعد خیلی هم حالا خیلی که حتی پدر خودمان رو برگشت من گفتش که پسرم اینجا که بودید یه ذره جذاب تر بود روحی از پشت آره پشت اونجا زنده <applause> رد میشن ماشین آره. اونجا یه دیوار بود یه تابلو یه سیم وسط آره. آره نه حالا آره ما این لوگو خودکست رو باید بزنیم بابای من مثلا این که اینجا مثلا این ماشین رد میشه مثلا میفهمیم که زنده اید هر از گاهی مثلا <تصفح> کار فقط داره سوارت میکنه تو این توی تکونی میکنیم چی؟ گفتم چی؟ که بوزگر <تصفح> این او پوزه سر نگاش بکنه هیچ عکس عملی نشون نمیدی باید. ماشین رد میشه میفهمی که هنوز داره ادامه پیدا میکنه در رجوع بذارید بازی کنیم صحبت کرد ایمان عاشق بازیه قرار بود آیدی تو بدی باید شرطی بزنن ملت دادی؟ اه... نه الان میگم کسایی که کس هستن میشنون مال قدیم من... بود چون ورژن جدید فیفا که اومده ایمان اصلا هیچ توهلی توش نداره اه... چند چند شدیم دفعه اولو میگی که دفعه دوم <laughs> یه بار وقتیه یه بار بردی دیگه دیویژن چندی؟ سه باز چندی؟ دو دیویژن چندی؟ چقدر صدا خوب نیست بلند صحبت کنید چرا؟ <coughs> آها اون داره آره دیگه اه. اون داره اونجا میگیره اون نتونه صدا او خوب نیست خیلی والا بده تو بده. بده فیفا شرطی خواستید ببرید صد در یعنی تضمینی. بازی کنید بدون شک میبرید آیدیشو میده ببریدش هر بیبرن. کی بگه فرهاد که فرهاد هم ممکنه تو <تصفح> ببره <شامسش> <تصفح> دی... در مورد بازی داشتیم صحبت میکردیم خب دلیل اصلیش این بود که من از بچگی سرخورده شدم که آقا چرا انقدر بازی می مثلاً می مثلاً پایه می میکنی مثلا میشینی مثلا پای چه میدونم این پلی استیشن وقت تلف می‌کنی فلان و اینا و این آشان. یه صحبتی که میکنن اینه که مگه تو هنوز بچه بازی میکنی یعنی این هنوز اونم به میگه مثلا بعد چه پای پلی سیشن. بعد دیگه من گفتم یه صحبتی بکنیم در مورد حالا این گیمرایی که وجود دارن موفقیت هایی که کسب کردن گیمرای ایرانی که الان خیلی وجود دارن که یکیش تو ساختمان خودمونه آه. و اینکه حالا سعی می‌کنیم ایشونام سعی ما نتونسته دسترسی پیدا کنیم دست کن. آره من چهره جامون نمی‌دن هیچ واحدی رو بگن واحد میشینن دیگه رو آبا... دیگه نمیدونن که خیر خطرش نه نه آقا جی تی ای زنده رو بخونید یه چند وقته منو فرزاد می‌شینیم دوسای با هم جی تی ای بازی میکنیم جی تی <تصفح> ای بگوت تلفظش <تصفح> جی تی <تصفح> نه درستش جی تی <تصفح> ای میگن در جی تی ای ام. بعد دیگه چی میخوای بریم اون چیزایی که کامنت هایی که گفته بودن هم بخونیم نه این تو آخر باید بعد بریم کامنت با... ها آه... برو برو بگو یادش سرش تو پرورش رو صحبت کردیم که اون مثال دختر مغولی رو زدیم که بسیار آیکیو بالایی داشت ولی مشغول بود با شطورا اینا چیز کردن که گفته بودن اگه این تو آمریکا بود الان بسته بودنش به کلاس پیانو حالا یا المپیاد ریاضی یا چی هزینه. خاطر اینکه که فرهای بالا بود آره دیگه منظورش این که محیط هم خیلی مهمه دیگه چجوری پرورش پیدا میکنی فقط حالا استعداد مهم نیست اینا آت هم زمان باید باشه از خوب بودن سیزی گوزی. چی؟ بخونید سیزی کوزی آفه کنم تارم هست تصویر نه؟ نه اون هست. توی که تاری میبینه خب خوب بودن ایمان از یه جا سوخته بود اومد راجع به این موضوع صحبت کرد آره نه نه, نه اینکه سوخته بودم و ولی این خوب بودنم هزینه داره برای کسایی که واقعا آدم خوبی هستن من خودم اینطوری نیستم خوشبختانه تا الان هزینه ای نهدم. ولی برای کسایی که آدم خوبی هستن اونام برای اینکه حالا به بقیه بدی نکنن و اینا یه هزینه ای دارن میدن دیگه موقعیت شاید براشون به وجود بیاد انتا مثلا کار مختلف میتونن انجام بدن که شاید مثلا اگه جیب دو نفر رو مثلا یه ذرم میزدن کوچولو خیلی مثلا میرفتن بالا ولی حاضرن ضرر بدن ولی آدم خوبی بمونن بعد قسمت بعدیش من راجع استرالوجی ستاره بینی صحبت کردم که اینا موضوع تخصصی خودمه یعنی راجع به خرافات صحبت نیمی. کنید من دیس کنم چون خیلی دور و زیاد شده بود من داشتم میشینم راجع به ستاره بینیان صحبت میکردم و رفتم نگاه کردن دیدیم آقا اصلا تحقیق هست اومدن آدمایی رو که بهش میگن تایم توین یعنی توی جای مختلف دنیا توی یه لحظه به دنیا اومدن م. بر اساس شبه علم ستاره شناسی میگن اینا باید یه سری اخلاق مشترک داشته باشن بعد رفتن تحقیق کردن دیدن اصلا اینطوری نیست ولی اونایی که دو قلوی واقعی هن یعنی یا عالم اخلاق مشترک دارن حتی اگه دو جای مختلف دنیا بزرگ شده باشن تو دو تا خانواده مختلف یعنی ژن بسیار مهمتر از اینه که تو توی لحظه طبعًا. به دنیا اومده باشی که کاملا منطقیه اینو من یه فقط بگم برای کسی که دارن میبینن ایشون شاید مهم باشه اونا بهش ایشون کارونه چون الان شما رو فرزاد دارن صدا میکنن میگن که چهره فرزاد زیر کامنت ایشون کارونه از زیر کامنت بیا بیرون فرزاد ایشون آقای فرهاد هستن منم ایمانم فرزادم نیست هستن کلن خب برو چون خیلی هنوز دارن اشتباه میکنن نه نه بیا اینجا این این اینه این جمالیه این کازمیه پیشنهاد های شنونده ها آره ما بعد اون شروع کردیم قبل هر قسمت تلاش کردیم یه استوری بذاریم مثلا یه معرفی کوتاهی قسمت رو بکنیم و یه سوالی بپرسیم ولی تو اون خیلی نه آخه بعضی از عمل نکردیم یه وقت این کار انجام ندیم ولی باید این کار بکنیم فکر کنم خوب بود آخه جوابایی هم که میگرفتیم یعنی یه ذهنیت در واقع شنونده رو هم میتونستیم بسنجیم آره. باش که به نظر من جالب بود من خوش آمد از کاری که کردیم حسادت آره. از حسادت صحبت کردیم آن آقای جیو چی گفتن؟ میاد کله پس نام خودش میزنه پولم میگیره از ما آره اینا باور کن اینا پولی هن دیگه از بعد خب دیگه چی حسادت رو گفتی زبان جنسیت زده یه مقدار بهش پرداختیم آره براتون بگم که از پیشه و شغل گفتیم پیشه آره ما گفتیم موضوع رو انتخاب میکنیم خودمون تو زندگی بهش برمیخوریم و سعی میکنیم که یه ذره بهش بپردازیم که خودمون بیشتر بدونیم شاید هم برای بقیه جذاب باشه آقای ببخشید من نمی‌دونم آیدی فرخان چه جمع... هم سه چهار بار اینو گفتم گفتن یه پادکست خوب درباره ساینس میشه معرفی کنید چون چندین بار گفته بودن والا ساینس. یه ذره بچه‌ها اونجا بشنون نمیدونم پادکست تتاکو اینا میتونید گوش بدید <تصفح> ولی پادکست مختص نورسان من خودم چون گوش ندادم نمیدونم من پوز به تو میزنه هر کاری دلش خود من همه رو یه ذره رد کنید ماتریس خودشناسی بود اینم راجع به رابطتون با آدمای دور و بود که چقدر شما از اونا از شما میدونن چقدر شما خودتون از خودتون میدونید و این داستان ها بعد راجبه یه ذره وارد فلسفه شدی مغز در شیشه خلاصش اینه آره که ما ای که الان اینجا نشستیم داریم فکر میکنیم پادکست میدیم شما ممکنه که, که نشستین فکر, آره فکر نکنید جدایی از ما شما تو شیشه این آره اینا ممکنه همه ای ماها مغزمون تو شیشه باشه یعنی یه سری سیگنال داره به مغز همه ماها به صورت سینکرونایز شده هماهنگ شده می... میرسه که ما فکر میکنیم که اینجا نشستیم و داریم پادکست میدیم ممکنه که ما تو شیشه باشیم و هیچ راهی هم ما نداریم که کی داره مربی رو میبینه یه سوپر کامپیوتر میتونه همه اینا رو انجام بده یعنی اصلا کل این دنیا ممکنه که وجود نداشته باشه یعنی کل همش یه شبیه سازی باشه ای. تو شیشه ای الان نگاه دارم میکنم فرات خیلی چیز اومده خیلی کریسمسی اومده این پولیور رنگی رنگی اون پوشیده این لایه پنجمیه که من پوشیدم اون زیرم سه لا... نه لایه دیگه هست چون سونا سه گرماش سونا درونی بر خودشون درست کردن خب ایمان دوباره راجع به پول این سری میلیاردرها وظیفه پول دارا میلیارد کیف پول بابا پول من کجاست آقا مهمه دیگه چقدر کی پول میدید <applause> پول میدید برم خب که جالب بود دیگه این میلیاردرها به نظر من وقتی که مثلا نگاه میکنی از یه نگاه مثلا بالا بهشون نگاه میکنی میبینی که واقعا از این راهی نداره برسی بهشون چون اونا توی اردر دیگه دارن پول در میارن کاملا بله دیگه چی؟ مصرفگرایی گفتیم انواع استرس گفتیم ایمان راجع به کردهاش صحبت کرد که بعدا از ما خورده گرفتن که کاش بیشتر تحقیق کردیم که کاملا خردشون وارده اه. ولی خب چون اون موقع شرایط خاصی بود به خاطر اینکه نیروهای آمریکایی از ترکیه خار... از آره شمال عراق خارج شده بودن ترکیه حمله کرده بود به عراق و سوریه به کردهاشون ایمان دیگه خیلی سرعتی اینو رفت بعد به چالنجاش ایمان صحبت کرد که یه جوری داره میدوه ما هر سری ایمان میبینیم دو سه کیلو من, ها. من میتونم چند اراجه می کنم چه بگو دیگه بالاخره مشارکتی داشته, داشته باش اینجا من میتونم خوب حرف بزنم آقا ما وقتی که این ساعت رو گرفتیم ساعت اپلو بعد, بعد <laughs> باید رو... فکر نکردیم قبلش آره واقعا فکر نکردیم بعد دیگه... ها این مدل صفرش اگه یاد باشه. آره خیلی قدیمیه کار روز هم به خوبی انجام کردی اینو احساس نه خودش با. آره خلاصه ما نشسته بودیم منو و فرزاد و ایمان و چند تا دیگه شروع کردیم همدیگه رو تو قسمت اکتیویتی اون که حالا شما فعالیت انجام میدید کالری میسوزونید اینا اد کردن و این اینطوری که مثلا هر روز به شما نشون میده دوستاتون چقدر دویدن چقدر فعالیت داشتن و هر اچیومنتی هم که به دست میارن هر کاری هم که میکنن یا هر ورزش انجام میدن به شما میگه یعنی قشنگ تو چشتون میاد خب این به روال پیش میرفت و کس زیاد کار خاصی انجام نمیداد مثلا یه هفت ماهی الان یک ای ماهیه آره دقیقا بیشتر یک ماه روزی هشتا نوتیفیکیشن از ایمان میاد ایمان دویده ایمان انقدر وزن زده ایمان <تصفح> انقدر <از> زده <پلزه. تصفح> ایمان انقدر پلو رفته و هفته پیش یه روز تقریبا Uh, جالبی نبود واسه من و اینا بعد خلاصه این ای ایمان هم همینطور داشت ورزش میکرد همینطور ورزش میکرد این دست من میلرزید یه شب که شد من ساعت در بردم و پرت کردم به دوردست و بعدم تلفن زدم به ایمان هرچی دادم دستم گفتم خلاصه ایمان همچین دوست من الان تنها تشویرش نمی کنیم بولم بگید که بچه هم بر نه تنها تشویقش نمیخواه این بد میشه من الان یه مدتی که افتادم زیر دست آقای علی دگر استاد خنجری و اینکه ایشون دیگه داره هر چی و میکشه دیگه اصلا رحم نکرده و خب دارم سعی میکنم که به اون تا آخر دسام من برسم با 80 بردم اخ اخ من آره. از شو آره. این چهار کیلو هم هست کم کرده کیلو. آخرین بار که من صحبت کردم هست دو کیلو هست شد این میشه مثلا پنی روز پیش آره. من رسیدم به چار من یه چهار کیلو دیگه کم کنم دیگه میتونم امروز یه نگاه خریداری بهش انداختی میدیم خیلی آب <applause> شده این آب, 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 آب تهران من خریده بودم ایمان توش صفت چسبیده بود الان از آره. خالی داره ایشون گفتم فکر کنم هنوز هشته کیلو بعد دیگه چی؟ اپیزود آها بعد راجع هایپرگمی صحبت کردیم که اون مفهومی بود که خانم ها در واقع وقتی میخوان پارتنر برای خودشون انتخاب کنن معمولا در سطح خودشون یا بهتر رو انتخاب میکنن ولی مردون دیگه راه هر چی اومد انتخاب میکنن و حالا توی تکام... تو اطرافیان <تصح> که تو تکامل خیلی کاربرد داشته و میگن حالا این باعث شده که جوامه ترقی پیدا کنن در واقع به صورت یه حالا ما نشال سلکشن تو طبیعت رو داشتیم ولی یه انتخاب دیگه هم انجام شده که ژن بهتر به نسل بعد منتقل بشن همه ژناشون نرسه بعد به خود کم انگاری ایمان صحبت کرد یه مقدار راجع میانبر صحبت کرد توی زندگی راجع نارسای لاکتوز حرف زدیم و هفته پیشم درخواست از آمیزش بیشتر بگید کار بردی بوده مسکه خیلی به کار بچه همه. آره. بعد سوگیری خوشبینی که مغز ما طراحی شده که خوشبین باشه نسبت باینده و ایمان دوباره راجع پول افسد کلو بردار دهنمون این چیز کلو برداری آقا خیلی به نظر من جالب بود من تازه یه بزوی دیگه هم میخوام یه پنج دیگه هم سوا کردم گوشتم راجع پول و آره که اینا چیار میخوام نمارده اون من... میلیونر های نه کامل نمارده بابایی که اه... پول باستنه نه پول باستنه داره رنت میده میخوام سوال کنم بعد بریم تو سوالا رو بگی بریم تو سوالا یه سوال خیلی قشنگی پرسیدم بودم برای من جالب بود گفتم که این اول بگم فهمده بودن که رقص نه گفتادن آقا ما نمیدیم چرا اینا خ... ایرانی ها خارجی میبینن تو ایران خونگرم و زغم میکنن بعد هموطن خودشون میبینن سنخته اینجا هم همینه اینجا هم ایرانی ها خارجی میبینن خیلی نایس و خیلی خوب میشن ولی ایرانی میبینن دوباره ولی خیلی آی... چیز رو اصابی ها مثلا حالا من چیزی که شخصا تجربهش کردم بود که من پنج شیش ماه پیش ما نقل مکانی داشتیم از یه شهر دیگه تو بنکار به شهر دیگه نگفتید به ما چی؟ او... پنج شیش روز پیش؟ پنج ماه پیش پنج ماه پیش بود بعد حالا جای قبلی که بودیم خب جمعیت هموطن ایرانی خیلی به نسبت اینجا که الان هستیم کم بود ما ایرانی خیلی کم میدیدیم اونجا مگه ایرانی هست که الان هستیم چهار ماه بود آگس آره آگس بعد خلاصه اینجا که رفتیم خب تقریبا تو هر پایین بالا رفتن آسانسور یه هموطن رو حتما میبینیم آره تو آسانسور تو لابی اینا و خیلی بیشتر به چشمم میاد من که مثلا بچه ها رایت میکنن که مثلا تا میشه نگاهشون تو نگاه آدم نیفته مثلا رو کج میکنن از یه ور دیگه بینن یا مثلا تو آسانسور بایی میسیم با تو اینجوری هنه ما میبینیم نه آره نه آخه بگم چرا ببین امروز ما داشتیم وسایل رو میابردیم تو آسانسور بودیم یه آقای ایرانی داشت آسانسور میاد ببین نیمری رو سلام یه جوری یه رو تو هفت سال گذشته اینطوری به سلام نکرده امروز روز تو خیابون دارم باش راه میرم یا آقای ما از ما آدرس پرسید خارجی خب بعد این مثلا گفت فلان و آخرش چی گفتی؟ اون یارو تشکر کرد خدافز این یه صدا گربه در رو برد گفت <تص> میام اینو صدا چیه؟ بعد بهش میگم فرهاد برای چی صدا گربه درآوردید. ولی ولی اصلاحش خوشم بود گفتش که خب من اگه معمولی میگفتم مثلا خواهش میکنم و خدافز یاری یادش نمیموند ولی الان که صدا گربه در بردم همیشه یادش میمونه آخه آدرس همیشه یادش میمونه یا این, این رفت اومده بعد این آدمه فرموده بودن سدی بالا اصلا خرابش کردی نه. نرفته بودی با بازی گفتن نه <تصفحنت> <تصفحنت> <opportunities> آخه این سوالات فکر کنم 33 هزار بار توی عمرم جواب دادیم ولی گفتن چطوری شد که تصمیم گرفتین پادکست بزنین چجوری شروع کردین ایمان زیاد پادکست گوش میداد دوست داشت که پادکست بزنه فرزاد بیارین جلو دوربین آره فرزاد پشت دوربین پشت نمیتونیم بیاییم. کامنت های کست باکس رو نمیخونید الان دسترسی داریم من دارم من میخونم معمولا هم جواب میدم به خدا یعنی چیزایی که دست منه به غیر از تلگرام همه رو من جواب میدم سریع اون تلگرام رو آقای کارون جان تو به بحث بده بله چشم چرا تلگرام جواب نمیدی؟ هنوز رو اون بحثی؟ بابا آره. <applause> من گفتم اینو قبلا من خیلی آدم صفر و یکی هم خب یعنی یا کاری انجام نمیدم دلیل نمیشه نه بذار توضیح بدم یا وقتی انجام میدم دوستم کاملش رو انجام میدم بعد از اون جایی که همه مثلا کارا رو کامل انجام دادن خیلی سخت و زمانگیره باعث میشه که من خیلی کارا کم انجام اصلا نمیپردازم بهشون یعنی دوست یه روز بشه همه این تلگرام ها رو جواب بده ولی چون روزه هیچ وقت نمیرسه دلم هم نمیاد مثلا روزی دو تاشو جواب بدم مشکلم اینه ولی تلاشمو میکنم ببخشید واقعا بعد فهمدن که شما از سعی پادکست درآمد دارین یا دلیه اوه. ما من... ایمان منفی. الان منفیه الان منفی 3-4 دلار تجهیزات خریده برای پادکست بیشتر یا فرستاد چیزشو چهار خورده ای شد فکر کنم آره چهار پنگ هزار دولار میتونیم مثل تلویزیون مسانجلسی بزنیم از دو آره <تصفح> <آه تصفح> باد فتخ ایرانی میبروشه <تصفح> بیشیرم اینجا دوتا پرچم بفروشم و یه گیلیم و اینا پوله آره پاتکست در بیارم آره درامات نداریم منفی هم هستیم خیلی منفی یه یک دلار هم تا الان درآمد نداشتیم چون نرفتیم دنبالش احتمالا یعنی اگر که اون کسی که مد نظرمون بود و گفتم که بره مال این کارا پیدا نکنیم و اگه میرفت احتمالا میتونستیم این کار بکنیم دو سه بار به اون پیشنهاد شد ولی خب مرتبط نه مرتبط, بود بعد گفتن که راجع خودتون صحبت کنید بیشتر بگید یعنی چی راجع خود دیگه همش از خودمون داریم میگیم فقط داریم نماد خودمون میگیم اصلاح. نه خونی امشب یه پسر داغون افسوس افسرده با تمام وجودش بهت گوش میده بذار حس کنه صداشو شنیدین آقا ما شنیدیم به قران شما توصیه نداری پسر افسرده چی فکر کنم ایشون الان تو لایو هم دیدمش منم آره سلام رفیق ما صداتونو شنیدیم و صداش نشدیم شما صدا صدا آره. حرفتون رو شنیدیم نمیدونم چی کار میشه کرد یا تو چه شرایطی هستید ولی امیدواریم که خودتون راهش رو پیدا کنید چون تنها کسی که میتونه شرط رو تغییر بده خودتونید چون فرزاد نیست اینا دوستان هستن که چند تا آیتم مختلف میشنستی؟ نه نمیشه. برای میشه همه شو بخونه آخه جالبه سایی گفتن این رلین ای رلین محضورش اون بوده یه دیگه هم سال پایی مونده گفتن <تصف> فرهاد هست که هست <تصف> کجا کار میکنید ماشینتون چیه شماره شناساتون چیه <تصف> خانده مورد علاقتون کیه یا چیه ولی این سوالشون فرض از فرضات پرسیدم ولی فرض نیست <تصف> تو جواب بده بین ایمان و کارون کدوم انتخاب میکنیم واسه خب واسه بخون تهشو واسه چی واسه رقص؟, رقص نگفت لغت خورد <تصف> ای اگه... خب دو تا چیز دو تا جواب از نوع رقص <applause> آره اگه بخوای چی بگیری از اون رقص اگه بخوای بخندی و مثلا فان داشته باشی خب مطمئنم فکر کنم کارون کمتر رقص باشه اصلا نمیبینم کارون که برقصه تو ایمان انتخاب می تولدش من نبودم ولی شنیدم که خوب رقصیده از جفتم اون جور دیگر بودی ولی <تصفح> ایمان ایمان انتخاب میکنه منو سهلن. اینجوری بعد یک گفته بود که از این اپیزود همراهتونم این همه موضوع رو از کجا میارید این سوال خوبی واقعا ما کی میشه که موضوعمون ته بکشه گارون هیچ وقت آه یعنی تو آخر عمرت موضوع داری آره دیگه هر وقت صفحات اینترنت تموم شد موضوعات تو هم تموم میشه بعد چون اولی تموم نمیشه هیچ وقت صفحات اینترنت آره دیگه بعدم تمام موضوعاتی که ما رفتیم و میتونیم دوباره کاور کنیم بهترش کنیم آها اینو میخواستم بگم که حالا آه. یکی از چیزایی که این فصل چهارم برای خود من داشت من یه مقدار بیشتر فهمیدم که تو چه سبکی دوست دارم موضوع کار کنم و تو چه سبکی دوست دارم موضوعات رو بنویسم ما حالا بارها اشاره <laughs> کردیم بهش که ما که آدم حرفه این کار نبودیم و نیستیم و نخواهیم شد ما هم به مرور حالا با شماها با فیدبک هایی که از بقیه میگیریم داریم یاد میگیریم که چیکار کنیم و حالا اگه توی قسمت اول ما تازه داشتیم خودمون رو میشناختیم دوروور رو میشناختیم محیط رو میشناختیم توی سیزن اول توی سیزن دوم یه ذره مثلا آشناتر شدیم سعی کردیم محتوا بهتر بشه توی سیزن سوم به همین ترتیب توی سیزن چهارم برای خود من اینطوری بود که اولا فهمیدم بیشتر دوست دارم روی موضوعاتی تمرکز کنم و اینکه یه مقدار دل و جرات پیدا کردم که از خودم هم محتوا به نوشته هم اضافه کنم چون... چون قبلش اینجوری بودم که خب ما همیشه گفتیم ما که هیچ چیزی نمیدونیم و اصلا در اون جایگاهی هم نیستیم که بخوایم راجبه این موضوعات کارشناسانه صحبت کنیم فقط یه چیزی به ذهنمون میرسه میریم یه مقدار مطلب جمع می‌کنیم میکنیم یه مقدار تا جایی که بشه وارد عمقش میشیم ولی خب قطعا چون متخصص نیستیم تمام جزئیات قضیه رو نمیدونیم بر همین خیلی اعتماد به نفس پایینی داشتیم که اگه موضوع در واقع اگه حرفی از خودمون بزنیم ممکنه که درست نباشه بره. و کذب نشر بدیم ولی یه مقدار نشر حالا نشر اکوزیب آره یه مقدار توی این فصل برای خود من حداقل این تفاوت ایجاد شد که دل و جورت بیشتری پیدا کردم که از خودم هم حالا یه مقدار نوشته اضافه کنم به حرفم بعد بریم سراغ اون یکی فهمدن که با پاشو بیا نه این که رد کنید داستان چیه دیگه آها این موضوع. خیلی دوست دارم که یه پادکست با موضوع کاش خانوما میدونستن بسازیم مقدماتش چیه کارون خانم میدونستن بخن... آره چجوری اینو بخوایم بریم یه خانم باید یه خانوم به نظر من اه... باشه واقعا توضیح داریم یه خانوم باید پیداش بعد خانوم فرمودن عروسکا <laughs> دو ایشون تکی کلام ایشون اصلا من و شما رو عروسک خطاب میکنن دو سه بارم مسیج داده بودن و ما رو عروسک خطاب کرده بودن ام... به لایف میتونم باید چما خودکست ببینم چرا خب کامل ببینید دیگه یوتیوب شاید نمیتونم ببینم بعد ام... از اینا میشه گذاشت تیشرت استقلال بپوشی؟ نه دیگه امروز <تص> داستان شد آره استراما تا رفت تا رفت صدر رفت زرین چه الان اومده شده نوشته بله. آو. <تصفح> بود تیم قبلی استراما اینتر میلان تیم قبلی زرینچه شهرداری یاسوچ <تصفح> بعد برو با شلورک و شورت برو جلو دوربین خودتو تو جر بده <تصفح> شما رو میگه وای خیلی ما قراره که گفته بودم با مینا لایف بدین ما قراره با مینا کار بکنیم اگه سعادتش رو داشته باشیم آره امیدوارم که داشته باشیم دیگه این همه را اومدیم اه... بعد گفته بودن که از محیط و دکارسون جای جدیدتون هم فیلم بگیرین که گفتیم که اصلا دیگه جای جدیدی وجود نره برگشتیم به جای قدیمی این دوستمون فهمیده بودن که خودتون جیر بدید <laughs> اه... الان دغدغه فکری چیه کارون تو زندگیت همین الان آره از این روزا درد کمر و پام <تصفح> آ چطور شد الان پات درد دارم دیگه نگم برات جلو هر کی میشینه دردش میگه طرف دست به سر میذاره فرستادی اون ام اینا تو نه بفرست نه نفرستادم چیه داستان ام بعد از پات میخوای ام گرفتی میخوای بفرستی نه فرهاد یه کسی رو معرفی کرد ما رفتیم ازش یه ابزار فیزیوتراپی گرفتیم بله بله ایشون امارای هم میخونم؟ بله میگه میخونم دیگه خب برگردی روی چی؟ ساله این بار تمام شد آره آره تاسفانه از دست دادیم یه سری کامنت رو آره برحال شرمنده دیگه برنامه خاصی برای فصل دیگه داری؟ جان؟ که کمتر از <خیلی آدم, پوریه. خیلی آدم پریه آقای خیلی آدم پریه گفتی که پاو که مشکل داره گفتن که کارون استفاده کمتر ازشون استفاده آه این برا اونه آه آه گفتن چرا من اینو گفته بودن این آقای حسین اینو توی جای دیگه هم گفته بودن فکر کنم برامون توی کست باکس مسج گذاشته بودن که گفته بودن که چرا مثلا میخواین صحبت کنید مثلا یه کانسپت رو مثلا چندین بار هی برمیگردید تکرار میکنید و اینا خب به خاطر اینکه هرچی که بیشتر بگیم راحتتر ممکنه جا بیفته دیگه بعدم بعضی موضوعایی که ما میریم خب یه چکیده ای از موضوعای دیگه هم توش هست برای همین برای کسایی که نشنیدن مجبور میشیم که اینا رو تکرار بکنیم حالا اگر که شما تمام اپیزودا رو گوش میدین ممکنه مثلا مثل این باشه که ما داریم خودمون رو یه تکرار میکنیم ولی خب بعد اینم در نظر بگیریم که خیلی از کسایی هستن که مثلا بار اولشونه یا مثلا اپیزودهای قبلی گوش ندادن و اگر ما میخوایم از اپیزودهای دیگه حالا چکیده ای برداریم یا حرفی بزنیم باید یه صحبتی در موردش بکنیم یه چیز دیگه هم بود اینم به آدم ها در واقع برمیگرده یعنی هر کسی که گوش میده خب یه تجربه یکسان نداره دانش یکسان نداره و حالا قابلیت یکسان نداره من از اونورم خیلی گرفت در واقع فیدبک گرفتم که یه چیزایی که میگید مثلا میگن ما موقع رانندگی داریم گوش میدیم یا وقتی رفتیم مثلا باشگاه ورزش میکنیم مثلا راجع اون آزمایش فکری و اینا میگفتن که ما از جای به بعد دیگه نمیتونستیم دنبال کنیم چون حالا توی اون شرایط و محیطی که بودن اونقدر تمرکز نداشتن که اینا رو متوجه بشن و شاید حالا برای پادکست خوب نباشه که اونقدر جزیات به جزئیات بخواد صحبت کنه خلاصه نظرها متفاوته اگه یه جایی برای شما حس میکنید که ریتمش کنده و تکرار زیاده شما ببخشید یه جایی هم اگه بعضیا فکر میکنند خیلی تند داره مطرح میشه و به جزئیات پرداخته نمیشه بازم ببخشید این دوستامون که گفته بودن یه آدم افسرده داره گوش میده بهتون گفتن که دوش من تو ترک موادم شبان روز خود کس گوش میدم بسه نیم ساعت دردم یادم میره گرم میگم موفق باشی بعد دمت بعد نداریم مثلا افزاد چی؟ بایگمی نیست هایپرگمیه بایگمی منظورم تو خود یه پادکست کاری حالا پرجون چه خبر شما؟ سلامت مثلا از ایمان بگیم یکم یه سیزی گوزهی بگو یه چیزی که حالا من در مورد فصل بعدی صحبت کنیم یکم چیزی که کنم. توی ذهنمونه من میگم بغیر از اینکه گفته بودم دوست داریم مثلا از افراد مختلف استفاده بکنیم توی پادکست ها که حالا تکراری نباشه که منو کارون بیام بشینیم اینجا من دوست دارم که با پادکسترهای دیگه هم کار بکنیم چون که الان پادکست خیلی دیگه اوج گرفته تو ایران تعداد پادکست هایی که اصلا خیلی زیادن و یه تشکریم بکنیم یه گروهی از بذار بگم کی منو معرفی کرد اه، هست اه، اه، یه پادکست هست به نام خدایا بایوکست که بایوگریفی آدم های مختلف رو میده هست این پادکست منو معرفی کرد به یه گروه که من دیدم که مثلا منو عد کردن توی گروه تلگرامی که مثلا صد و خورده آدم توشه و همه یکی دونه پادکست دارن و خیلی باحاله و اینا مثلا هی به هم دیگه کمک میکنن اگر که سوالی باشه میتونن به همدیگه حالا در واقع کمک رسانی بکنن توی ادیت توی اصلا اگر که کسی بخواد جای دیگه پادکستشو رو آپلود بکنه اگه مشکل تکنیکالی داشته باشن و اینا و به نظر من الان موقعیت خوبیه که ما بتونیم با همه اینا کار بکنیم به هر یه جامعه خیلی کوچیکیه برای اینکه بتونه رشد بکنه ما باید یه ذره دست به دست هم بدیم جون بابا دیگه چی یهو عمیق شد برنامه پادکست جالبی دارید بعضی بعضیش ارزش هم با گوش کردن داره ولی گاهی شروع برنامه با های تکراری غیر مرتبط کنسل کن... کسل... کننده میشه موفق باشید که نظرتون آره من اینو خیلی دوست داشتم این حالا میگم بازم برمیگرده به اون چیزی که من و کارون خیلی آدم بی هستیم توی اپیزودهای مختلف مثلا آقا هستیم دیگه تو اینستاگرام کاری انجام میدی نه خب یکی گفته بودش که اینو بگم یکی گفته بودش که خوبه چی گفته بود سازی شرط بندی شرط آره یکی گفته بودش که شما یادم رفت چی بگم شما که صفحه شخصیتون آره اوف آفرین ای این از بین رفت این فکر کنم یه ساعت شد اینو فقط بزن ب... که دوباره چیز بشه ما الان برمیگردیم یه, ساعت... یه ساعته فقط آره مکسش یه ساعته و دوره باید رینیو بکنی ام... ای... آره چند دقیقه بیشتر نیمونه اونو سیف کن میک س... sure کن که سیف کنی خدایا چجوری بگم سب کنن <تصح> فرزاد الان زده که فرزاد کجا؟ فرزاد زده قد شد تو زدی الان؟ نه با سیف شد اون؟ برو ایمان آقا ببخشید دوستان قد شد چون یه ساعتش پر شد من سریع فقط بگم چند نفر گفته بودن که چرا ایزر وایسی جوینشن آها جوین بلدی لایف نگاه میکنه من نب خوب که... تمام این کسایی که بذاریم یه ذره اینا بره بالا من مثلا پته فلانی میریزم رو آب نه من واقعا هیچ وقت لایف نمیدیم بذارید اینا به پونسه شیست برسه من بقیه حرفمو میزنم من مثلا داره غذا میخوره <تص> بله... الان بله. بحبه تازه اومد از <applause> ازش کمتر استفاده کنی حل میشه <applause> خب ما نیست ما... موضوعتون تمام شه این توضیح داریم <تصال> آره نه <نگرم>. تا <تصال> بقیه نگه خواهشم موضوع <تصال> چند, چند بار آره، ما آخر... آره ماهیت زیست ما سعی میکنیم یه آدم هرفهی بیاریم اینو پیشنات داده بودم قبلا سعی میکنیم که اون تا حالا هفت تا پیغام اومد بالا میشوی من هم دارم میزنم بره خب بابا ما تو لایو مگه داری تکست میدی من نمیتونم جواب <applause> دست منه اون گوشی دست من آ این بره این گوشی دست من خب برو بگو یه نفر گفته من اینو توضیح میدادم که ما آدم کم هستیم تو اینستاگرام و اینا و میتونیم فعالتر فعالتر باشیم بعد چند نفر پرسیدن که صفحه های شخصی خودتون رو هم تگ بکنید مثلا بذارید ما شما ها رو دنبال بکنیم و اینا آخرین پستی که مثلا برمیگرده به 2017 من دقیقا نهاره. یه سال پیش پست گذاشتم بعد یه سال آره و اونجا خاک خوک مرده پاشیدن اه... آره میگم آره. اینجا خیلی ما بیشتر فعالیم تا اونجا اونجا تقریبا هیچ استفاده ای ازش نمیشه اه... و اینکه همین جا رو فالو کنید به نظر من خیلی بهتره بیشتر ام... خب ایمان میخوای از خودت کم بیشتر بگی از تو هفته هر جور بخواین ازشون کمک فعال تو زمین ایمان جا میخوای خودت بگی چی بگم از, هفته پیش بگی که وقتی دارم یک مرحله تو زندگیت پشت سر گذاشتی چی گذاشتم؟ فارغ شد آها فارغ شده بود جشن نشود. آره این جشن فارغ تحصیلی ما بود از پیجه خفن و اینکه عکس <applause> <applause> گذاشتی قرار بود استوری کنید میخوایی لایف رسش... بریم با هم آمونجا لایف دوتایی راستش هم با دوربین گوشی خودم نگرفتم کارون گفته بود قبل همه من ما یه جشن فاق تحصیلی من بود هفته پیش پنجشنبه و تمام شد دیگه خیلی کار مزخرفی بود به قول گفتنی به قول گفتنی چون میری مثلا یه ساعتی میشینی یه ساعت که ما هفت صبح رفتیم دو بعد از ظهر اومدیم بیرون فقط تو صف وایسادی و همه عاشق اون حالا خیلی مزخرفم نیست یه بار تو زندگی من اونجا فقط از مسخره بازی نمی دیدم من بالا میره. ایمان ب... یه تیکش هست که میگن که بلنشید تو هم بودی دیگه برای فراد که دانش آموزا بلنشن از مثلا پدر مادرشون تشکر کردن مثلا خانواده من روبرو مستقیم نشسته بودن فرهاد سمت راست نشسته بود بعد گفت اول سمت راست تشکر کنی بعد مستقیم از دسته دست چپ از همه تشکر کردم تعظیم می بودم شما من فکر صافت کشیده بودم خلاصه این چنا نیست جونم براتون بگی که همین دیگه روژین هم جوین شد روژین بعد از 800 سال جون جون نه خب شاید بوده تو آره. چیز قبلی اوکی. یه یواشتواش که آره جمعش کنیم ما یه تشکر بکنیم از همه کسایی که گوش دادن پادکست ها رو توی فصل چهارم خیلی ممنونیم اگر که واقعا شما گوش نمیدادید بعید میدونم که ما هم ادامه میدادیم و برای ما خیلی جذاب ارتباط با شما ها گوش دادن به نظراتون و چیزهای مختلف ما سری برمیگردیم یه پنج میتونی پیش یه عزیزی اومدن با من صحبت کردن ایشون یه آدم حالا بسیار باسواد و ماهر که حالا رشته خودشون آره به واسطه اینکه حالا ما پادکست داریم اومدن توی ونکوور با من صحبت کردن حالا یه سری سوال داشتن اینا بعد از من پرسیدن که جذابترین بخش پادکست برای شما چی بوده خب حالا مثلا تویی که دو سال خورده داری این کارو میکنی بعد من اونجا یه ذره فکر کردم جواب من این بود که تعامل با کسایی که مثلا میشنون چون ما حالا توی زندگی روزمرهمون با تعداد معدودی آدم سر و کار داریم و این تعداد معدود در واقع علایقی که دارن هم محدوده یعنی مثلا سر کار که تو میری یه سری آدم هم به نسبت شبیه خوده علایق هم خیلی نامحدود دو. با دوستا که صحبت میکنی اونا هم یه سری آدم به نسبت شبیه خوده این پادکست حالا این امکان رو به ما داد که به هر موضوعی که صحبت میکنی ما نظر یه در واقع قشر خیلی گسترده ای رو بشنویم که کامل این تیف رو پوشش میدن همه مدل نظری توش هست این برای خود من در درجه اول جذاب بخششه که در واقع میتونم با آدم های مختلف صحبت کنم نظراتشون رو بشنوم و این باعث شده ما دوستای فوق العاده هم پیدا کنیم که اگه این پادکست رو نمی احتمالا اون فرصت هم از ما گرفته میشد این جذاب بخششه بخش جذاب دوم هم برا من اونه که موضوع رو انتخاب کنم و برم راجبش بخونم و یه ذره بنویسم اونم برا من جذابه <keiten> <تصفح> دست به قلم شدن دوست داری نه <تصفح> 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 <دست آبا. تصفح> <تصفح> <تصفح> از خودت تو نوشته <تصفح> nah یاوه هایی که می نویسیم هم قسمت جذاب خودی هست برای شما که سالی یه بار می آید. چیه شیرنی های بعدی شما کباب بعد و نمی سنلا متاسفه برای من همین با هم بودن اون حالا اون موقعی که بیشتر می فصل یک و اینا اون, اون لحظه که داشتیم زب می کردیم یا داریم زب می واسه من حالا فرهاد فصل چهار رو به دلیل این که در واقع شغل جدیدی گرفته بود و نمیتونست اون زمانی که ما زبط می‌کنیم بیاد نایمد برای فصل جدید چیز چیه بهونه چیه نه اینکه بذارم لامنگن آره لامنگن فقط الان بگو که بچه ها بدونن چرا نمیخوای بیای دیگه ما نپرسن اونا با هم هم کنیم که میدین که اولین باری که در اول را پس چون گرفتی گوشی اون لا خاموشش کردی خودت من خاموش لاگ شد من دادم به تو تو دیگه خاموش کردی گوشی اون لا هیچ اهمیتی نداره ما چون که دفعه اولی که شما رفتی برای دوستانی که در جریان نیستن جدید اومدن فصل اول فراد با ما بود زیر پا ایشون ما رو شد بعد ایشون دست رو گشت پوسته گردو و رفت و خیلی فکر کردم ما موقع دعوامون شده که من دیگه دست به دامن شده بودم و داشتیم می‌خوردیم وایس بده در بگو ما دعوامون نشده و با تفنگ گفتم وایس چی شد داستان بچا هستن نیستن کسی بعد دوباره ب... آره هستن همون سیتا رو داریم خب خدا شکر همون سیتا یه چیز خب میگفتی همین دیگه ببین خب من که خب خیلی دوست دارم برگردم و باشم دوباره emerges. توی خب اگه قرار دورو باشه که نگم ولی خب یه سری پستی بلندیایی بوده و خب حالا یه مدتی طول کشید تا به شادت بکنم و حالا همه چی سر جاش بیفته, بیفته. میدونیم که من دوست دارم که دوباره بخوام برگردم خیلی سفت <laughs> <applause> خب خیلی, <applause> خیلی سفت و محکم من میخوام سفت و محکم باشه که دیگه مثلا به قول تو کانسیستنسی از دست نده و ایمان بیه زر قلقلکت بدم بخندی همه شاچن آشق خنده باشه دیگه خیلی اصلا چیز شده بودن اذیت شده بودن آه این من توضیح خیلی از بیرون به من میگن که جلو خندهای ایمانو ایمان رو نگیر من اینا چون مغز نمیشه با, با چند نفر ده. تو مگه نمیشه خب رو به ما آشنا کن تعداد خیلی زیاد طرفدارای بعدا میگه ما آدمای دورمون محدودم نه از طریق پادکست و ما چون آدمای خودخوری هستیم تو مغز خودمون من مثلا اون لحظه اینجوری هم که شاید اون چیزی که ما داریم بهش میخندیم برای بقیه جذاب نباشه اونی که مثلا گذاشته تو گوشش حالا تو ماشین یا توی جیم داره گوش میگه بابا دو دقیقه اومدید حرف بزنید ای وص... پریدید وسط حرف هم دیگه دو تا جمله درست نگفتم که ای داره میخند من اون لحظه حس میکنم که ممکنه برای بقیه جذاب نباشی میگم که یه پکیج کامله دیگه, دیگه. دارن بخند دیگه خب دوست دارم یه ذره بخند اه، دیگه آها من یه ذره دیگه بگم, بگم ما با چند تا ما که نه چند تا ما از چند تا گرافیس خواهش کردیم در خواهش کردیم که چند تا گرافیس خودشون ما معرفی کنن یه نمیدونم آخه میترسم مثلا بعد برداشت بشه میخوام بگم که آقا آره به جامعه گرافیسا بر نخوره دمشون گرم کسایی که دارن لطف میکنن برای ما چند نفر هستن که دارن طرح میزنن برای کاورهای جدید و اینکه برای فصل جدید هم یه کاور جدید داریم اگر که بتونیم باشون کار کنیم احتمالا یه تیشرت هم دوباره تراحی کنیم که به چند نفر به قید قرعه نشان بدیم آره تو هم بگو برای تو چیش جذابه من همیشه گفتم ب... الان میتونی بگی الان میتونی بگی که چیو میتونم بگم؟ تکس آها گوشیم داریم لایو با گوشی میدی جواب تکس رو میدم هی داری تکس میدی ام... چی میخواستم بگم؟ اون جایی که واسه جالبه ها جالبه مخصم ببین همه چیزو ببین اصلا یه عکس بعد از اینجا بگیری ببینین اینجا ملت چه خبره مهم من که اونجا میوه شسته گذاشته باشم زحمت برا من این دور هم بودن جالبه دیگه حالا برا من این جذابه که مثلا کامنت میاد که نوشته که چه میدونم وقتی که تو ماشین هستم احساس میکنم توی جمع خودمونی دارم صحبت میکنم من ام... همیشه تا حالا شاید غلط باشه این نظر شخصی منه این بوده که ما متاسفانه تو ایران خیلی کم با هم دیگه صحبت میکنیم یعنی همیشه یا زود دعوا میشه یا مثلا اصلا دوست نداریم با هم دیگه رابطه مثلا کلامی داشته باشیم و همیشه دوست داشتم این رو ترویج بدم یه جوری و احساس میکنم که حالا با این فضای خودمونی که خودکست داره شاید داره این اتفاق میفته و برای من کلا این خودمونی بودنش مهمه حالا وسطش هم یعنی بعضی ها مثلا میان خورده میگیرن که آره این اپیزود از مثلا مثلا اپیزود که من میرم از دواز علمی مثلا باره آنچنانی نداره مثلا نسبت به اپیزود کارون نه خب واقعیت چه دیگه چون که اهدافمون برای خودکس فرق میکنه یعنی هر کسی داره اون چیزی که براش مهمه رو داره حالا ترویج میده به قول معروف و برای من شخصا این بوده که ما بتونیم دور هم باشیم یه صحبتی بکنیم بگیم بخندیم و اینکه شاید بتونیم مثلا چون نیم ساعت از مثلا وقت یه نفر و ما مثل این دوستمون که میگفتن مثلا یه ذره از درداشون رو کم کنیم بگیم بخندیم بریم جلو بریم 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 دیگه نمیای ما نه یعنی برای شیش ماه دیگه نمیاد شیش هفته ببخشید خاطی کردم ببخشید نه شیش هفته ما میریم و احتمالا یه عواست ژانویه برمیگردیم میشه کی تو ایران دی اواخر دی آره دی بهمن من نه یه ماه تا یه ماه دیگه تا عید اومدیم دیگه نه یه ماه یه ماه نیم آره ما میریم و یه ماه و نیمه دیگه ما یه ماه و نیمه نه که کی میشه دقیقا کی میشه ولی خب اصلاً الان وسط آذریم خب یه ماه و نیمه دیگه میشه آخر دی اوایل بهمنی که من خدمتتون عرض کردم آخر بهمن آخر بهمن گفتم ازم اواخر دی اوایل بهمن بود خیلی خب ما میریم و این موقعی که کارون گفت برمیگردیم برای خدافظ 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 آقا هنوز لایو مثل اون صوتیه من برو برو یکی اون بعد